تنها چیزی که اهمیت داره اینه که صدای مردم ایرانمون باشی. اولین برنامه‌ای که گذاشته شد تو شیکاگو اون چهارشنبه بود که قرار بود همه جلوی سازمان ملل جمع بشن. من به شخصه می‌خواستم برم نیویورک ولی نمیتونستم برم نیویورک. برای همین گفتم یه پوستر درست میکنم میذارم تو اینستاگرام، چون من هیچ ایرانی رو تو شیکاگو نمیشناختم. گفتم یه پوستر میذارم تو اینستاگرام، یا حالا 5-6 نفر میان یا خودم و همسرم میریم میشینیم اونجا یه برنامه اجرا میکنیم و چند تا فلایر نهایتش میدیم که همینقدر بدونن مردم اینجا تو ایران چه خبره، میدونین. و خب بچه ها دیدن پست و کامنت گذاشتن، شیر کردن با هم و اون شب تقریبا 100 نفر 150 نفر داشتیم. بعد از اون شب خب خیلی از قدیمیای شیکاگو اومدن گفتن که توی شیکاگو توی این 40 سال ما همچین چیزی نداشتیم، لطفاً ادامه بدین. و ما بچه های جوون، من هستم تیرداد نیلوفره، یه گروه 3 نفره این، سبا دیزاینرمونه، خانم نیاکی، و با هم دیگه شروع کردیم به ارگنایز کردن این برنامه و تمام هدفمون و تمام اون چیزی که ما رو پیش هم میاره، همبستگی رو بین خودمون 4 تا حداقل ایجاد کرد، این بود که ما هیچ حزبی رو پروموت نمیخوایم بکنیم. ما از طرف هیچ گروهی نیستیم، نه نایاک، نه سلطنت طلبان، نه پهلوی، نه کمونیست، هیچی، مجاهدین، هیچ کدوم از این گروه ها رو ما ازشون نه کمک میگیریم نه ساپورت میشیم. پوسترایی که چاپ میشه دونیشنایی که مثلا آدمایی که تو گروه بودن تک و توک مثلا دونیشن بهمون دادن، ما پوستر چاپ کردیم. ولی به غیر از اون تمام هدفمون این بوده که تا الان اینو مشخص کنیم که همه بدونن این یه گروه خودجوشه، فقط و فقط هدفمون صدای مردم ایران بودنه. این محدوده‌ای که هستیم بگیم که توی ایران چه خبره، آگاه باشین، بدونین که مثلا شما اگه فمینیستین، شما اگه هیومن رایتس براتون مهمه، ببینین تو ایران چه خبره و اسپیک اپ بعد در موردش صحبت کنیم. ما الان یه پیج اینستاگرام درست کردیم، شیکاگو فور ایران، شیکاگو نمبر 4 ایران، و این جایی که بچه هایی که خودشون ارگنایز میکنن حرفشون رو میزنن. تنها چیزی که اهمیت داره اینه که صدای مردم ایرانمون باشیم.